با سلام به شما، من کیوان جاوید هستم و برنامه بیوگرافی از نزدیک و خصوصی رو تقدیم حضورتون میکنم. برنامه های زیادی داشتیم، شما در این برنامه ها با شخصیت های زیادی از حزب کمونیست کارگری ایران آشنا شدید، جنبه های مختلفی از زندگیشون رو دیدید و به هر حال فهمیدید که یکی از فعالین حزب کمونیست کارگری یا یکی از رهبران حزب کمونیست کارگری به هر حال حدوداً چجوری زندگی میکنه، چجوری فکر میکنه، زندگی شخصیش چطوره و زندگی سیاسیش چطوره. امروز در برنامه خودمون ما یه مهمون بسیار عزیزی داریم، فکر میکنم فعالین قدیمی تر، اونایی که از سال 57 حتی فعالیت میکردن، این شخصیت رو بشناسن و بدونن که وقتی معرفیش کردیم بدونن که چه تاریخی داشته، حدوداً از نظر سیاسی البته. بعد در تو این دوره فعالین کارگری، فعالین جنبش های اجتماعی حتما میخوان بشناسنش، به جنبه خصوصی زندگیش رو بدونن. ما بیشتر منتظرتون نمیذاریم، شهلا دانشور امروز در استودیو داریم و میخواییم با این شخص برجسته از نظر من و از نظر خیلی ها آشنا بشیم و ببینیم شهلا دانشور از کجا اومده و به کجا میره و چه کارها کرده. امروز برنامه همونطوری که میدونین این برنامه هم یک ساعت و نیمه، یک ساعت و نیم ما با شهلا دانشور از جنبه های مختلفی سوال میپرسیم و ایشون امیدوارم که خسته نشن از سوال هایی که شاید بگم متفاوت، خسته نشن و شما هم از این برنامه راضی باشید. شهلا دانشور خوش اومد این برنامه همون. با تشکر از شما و با سلام ببینندگان عزیزی ممنون. تلسیو ممنون از این که این دعوت رو اولا پذیرفتید. امروز خصوصا ما فکر میکنم شما خودتون دو برنامه داشتید و حالا بقیه روزتون رو نمیدونم چجوری گذشت، ولی دو برنامه اجرا کردید، الان این سومین برنامه تونه و مطمئنا روز سختی بوده. شایدم خودتون بگید نه، روز بسیار ساده ای بوده در مقابل روزهایی که دیگری که داشتید، اما به خاطر اینکه بینندگان عزیزمون رو منتظر نذاریم باید از شما بپرسم. شما به نام شهلا دانشور توی تلویزیون معروفی، توی اطلاعیه‌ای که می‌نویسید، توی نوشته‌هاتون به هر حال رو به بیرون شهلا دانشور هستید. اسم واقعیتون شهلا دانشوره؟ نه، اسم واقعی من شهلا دانشور نیست، ولی این اسمی که من باهاش سال‌های زیادی زندگی کردم، خو گرفتم و بیشتر عکس العملی که نشون میدم به این اسم هست. بله. ولی اسم واقعی من پروین ترشیزیان هست و فعالین سال 57 به ویژه تو معلما اون دوره منو با این اسم میشناسن، کسانی که منو به یاد دارن. بله، دوستای قدیمی تو دوستان قدیمی برها. من که الان شاید این برنامه رو ببینن. بله بله، به هر حال میخوام بپرسم کجایی؟ این سوالیه که آدم خیلی باش وقتی اولین برخوردی که با یکی میشه، خصوصا تو غرب شاید هم خیلی چیز باشه، وقتی آدم حرف میزنه میگن کجایی هستی، منظورشون کدوم کشوره؟ تو داخل ایران کسایی که میپرسن میگن کجایی هستی، منظورشون که کجا به دنیا اومدی و کجا دوران اولیه زندگی تو گذروندی. شما میتونین برامون بگین؟ من اساسا مشهدی هستم و پدر من تو مشهد بود، خانواده من تو مشهد بودن، ولی شهرهای مختلفی گشتم. الان دیگه سخت برام بگم کجایی هستم. از مشهد، تهران، بجنورد، شاهرود، خیلی چرا جا. چرا این همه این برام برمی رفتیم؟ خب شاغل بودم بعد. نه، اون موقعی که تا دورانی که نوجوان بودین تو مشهد بودید؟ تو دانشگاه رو مشهد رفتم، در بیرستان مشهد رفتم و بعد شاغل بودم توی شاهرود. تو تهران خانواده من تو تهران بودن، من تو مشهد بودم. به این ترتیب خوب گشتم و بعدم که تو خارج کشور، سوئد، انگلیس، دانمارک، مثلا جهان وطن دقیقا الان دیگه برای من مشکله. خب سالها کردستان بودم دقیقا، الان مشکله بگم کجایی هستم، ولی اساسا میخوای بگید خب مشهدی هستم. آره، آخه تو دوران، تو یه دورانی وجود داره که خیلی از زندگی آدمو تحت تاثیر قرار میده، دوران کودکی. آدم یاد خاطرات کودکیش که میفته جالبه، یا برای خیلی ها جالبه یا بعضی ها شاید خوب نباشه اصلا. یا دوران نوجوانی، دوستایی که داره، همبازی‌هاش،
دنیایی که تو اون دوره داره، اون دوره رو شما مشهدی حساب میشین، درسته؟ میشه اینطور گفت. آره. بعد تو گفتین تا دیپلم اونجا گرفتین و رفتین دانشگاه توی مشهد، درسته؟ چی خوندین؟ تو دانشگاه من رشته علوم اجتماعی خوندم، بعد روانشناسی خوندم و بعد روانشناسی کودک خوندم. تموم کردی دانشگاهتونو؟ دانشگاه رو تموم کردم، فوق لیسانس روانشناسی کودک دیدم، بعدم که در سوئد ادامه دادم، پداگوگی خوندم تو سوئد. بله، واو، عجب. ولی چطور شد این همه تحصیل کردید، برای چی؟ یعنی اول میخوام بگم که بفهمم که هدفتون از این که برین تحصیل، سطح عالی تحصیلات داشته باشی چی بود؟ شخصی، سیاسی، اجتماعی، موقعیت اجتماعی، اینا هرچی؟ یه مسئله این بود که تو خونه همیشه خب این بود که باید تحصیل کرد، باید یک موقعیت تو جامعه داشت و این تلاش پدر من همیشه تو خانواده این بود که بچه ها تحصیل کنن. این فرهنگیه، یه فرهنگ مدرنیه تو هر خانواده که میخواد بچه هاش بالاخره تحصیل کنن. بعد این تلاش زیاد میشد، با وجود که خانواده من خانواده فقیر بودم، پدر من پدر خیلی آدم زحمت کشی بود، درآمد خیلی کمی داشت و ما مشکلات زیادی داشتیم، ولی با وجود این تلاش زیادی داشت که هر طور شده ما تحصیل کنیم و حتی به ویژه تاکید داشت که دختران تحصیل کنن. ما خانواده من 5 دختر بودیم، 3 پسر و اکثریت با زنان بود تو خونه. با مامان تو میشینه 6 دقیقه. و پدرم خیلی تلاش داشت که ما تحصیل بکنیم و به همین دلیل خب من دانشگاه رفتم، ولی خود منم خیلی علاقه من بودم به درس خوندم، به ویژه به عنوان یه زن یه راهی به جامعه میدیدم که یه محیط فراتری دنیایی رو به رود باز میکنه و جالب بود. و به خصوص من تقریبا سال آخر دبیرستان بودم که به درجه تمایلات سیاسی پیدا کردم. شما همه ای سوالاتمون رو جواب میدید. همین دلیل میخوام بگم اینا همه یه انگیزه هایی میشد که من برم دانشگاه، برم ادامه تحصیل بدم. و دوره زمان شاه تو دانشگاه بودن یه موقعیت بود که بیشتر بتونم تو سیاست باشم. و همین دلیل سعی کردم که فوق لیسانس ببینم، هی سعی میکردم که بیشتر طولش بدم تو دانشگاه بمونم که بتونم تو سیاست باشم. تو شما گفتید که یکی از سوالای منم همین بود، تو گفتید که تو خانواده از نظر امکانات مالی سطح درآمد پایینی بود، ولی در این حال پدرتون دوست داشت که شما تحصیلات داشته باشید. میخوام بگم اندر فرهنگی این خانواده چجور بود؟ بالاخره تأثیر داره فرهنگ که اینجوری پدرتون داره حرف میزنه و میخواد خصوصا دخترها سطح تحصیلاتشون بالا باشه و اینا. چه تو چه خانواده ای بودید در فرهنگی؟ خانواده غیر مذهبی. پدر من کارگر نفت بود، از به لحاظ فکری با حزب توده بود قدیم و بعد اون موقع تو دوره مصدق اینا انتقاد داشت به راست روی حزب توده و همین دلیل همون موقع از حزب توده. چرا عضو حزب کمونیست کارگری نشد اون موقع؟ برای اینکه اون موقع حزب کمونیست کارگری نبود. اگه بود میشد، فکر میکنم با شناختی که من از پدرم داشتم اگه بود میشد. بله. و به همین دلیل خب تاثیر خودش تو خانواده گذاشت، غیر مذهبی بود، مدل بود. مادر من علاقه داشت به پدرم و تابع اون وضعیت بود، ولی خب تمایلات مذهبی داشت مادرم. گاهن خب برای خودش نماز میخون، نذر نیاز میکرد، ولی تو دیالوگایی که پدرم با مادرم داشت خیلی جالب بود که رفته رفته این کم رنگتر میشد و من همیشه اینا تو ذهنم هست. خاطرم وقتی مادرم نذر میکرد مثلا پدرم میگفت خب چرا حالا سفره حضرت رقیه مثلا فرض کن یا حضرت ابوالفضل، سفره حضرت ابوالفضل فکر کنم خیلی گرون بود، من اینجوری مثلا چند تا شمع، مثلا چرا چند تا شمع، مثلا 100 تا صلوات، مثلا اینجوری خورده خورده کم کم ضرر مادیش جبران میکرد، کم کم کنار گذاشته شد. مادرم خودش زمانی که جمهوری اسلامی من میگفت یه مذهب داشتیم اونم از ایمان گرفتن، خب راحت شدیم، راحت شدن. تو سطح شما هیچ اختلافی توی برادرها و خواهرها از نظر فرهنگی با هم احساس میکردید
که محدودیت ایجاد کنن به خاطر هر چی اینا؟ تو خونه نه، ولی خب طبعا برادر من چون تو اون جامعه بزرگ شده بود تحت سنت های اون جامعه میخواست یه وقتایی به ما زور بگه و پدرم همیشه جانب ما رو میگرفت. جالبه، چه پدر خوبی. برای یه چیزی که تو این دوره هست پیش از اینکه فعال سیاسی بشی، گفتی کی رسما فعال سیاسی شدی؟ رسما تمایلات سیاسی من سال آخر دبیرستان بود که اولین اعتصابم رو سازمان دادم. چه سالی بود میتونی بگی؟ فکر میکنم سال 49 بود. 49. ببینید من چند سال. همین الان میپرسم چند سالت شدم؟ من 52 سال. 52 سال. جشن تولد تاریخش رو بگو، میخوایم برات گل بفرستیم. چیزی به تولد من باقی نمونده. 25 می من تولدم. میشه 4 خرداد. 25 می. چهار خرداد. بله، حتما به بینندگان عزیزمونم میگم، کسایی که شهلا رو میشناسن و دوستش دارن ازشون میخوام که 4 خرداد میشه 25 می، حداقل از راه ایمیل و هر راهی که خودشون میدونن، اونایی که تو ایرانن، اونایی که تو خارج کشورن میتونن از راه هر راهی که دلشون میخواد به شهلا تبریک بگن و کارت بفرستن و احتمالاً هدیه‌های دیگه براش بفرستم. من که یکی میفرستم. متشکرم، خیلی خوب شد من تو این برنامه شرکت کردم. حتما میتونید که یکی از هدیه این باشه که به تلویزیون کانال جدید کمک مالی کنید. شهلا اینجوری هم قبول میکنه. شهلا، خوشگذرانی های دوران پیش از سیاسی چیا بود؟ من یه زندگی، گفتم اون سنت ها و محدودیت هایی که هر دختر رو تو جامعه ایران داشت نداشتم. به خصوص بهترین دوره دانشجویی بود، خوش میگذشت، جوان بودم. خب طبعا تا هر وقت شب میتونستیم بیرون باشیم، بگردیم، موزیک گوش بدیم و خوش باشیم و تفریح کنیم و اینا. بهترین دوران هم دوران یعنی به لحاظ چیز شخصی اون دوران بود. بله، ولی چه تیپ آدمی بودی؟ خجالتی، گوشه‌گیر، شر و شور، پسره رو اذیت میکردی یا نمیکردی؟ نه، خجالتی نبودم ولی خیلی هم شر و شور نبودم. از الان خب طبعا پرشورتر و ولی آدم اجتماعی بودم. چرا پسرها رو هم اذیت میکردی؟ الان فکر میکنی کسی هست ببینه و بگه همین خانم اون یه موقع های اذیتمون میکرد؟ من اون موقع هم سازمانده بودم واقعیت. یه خاطرم به دوستانم گفته بودم شما هر عکس هر پسر خوشگلی رو میشناسید بیارید، بعد با هم دیگه تلفن بکنیم و قرار بذاریم. بعد اینا میآوردن و میشستیم جمعی با هم دیگه زنگ میزدیم، قرار میذاشتیم. بعد وقتی میامدن ما اینا رو اذیت میکردیم و آدرس هایی میدادیم فلان شکلیم اینجوریم. اینا میامدن سر قرار رو بعد شما از دور نگاه میکردیم؟ از دور نگاه میکردیم و بعضن هم خب میرفتیم سر قرارشون و با هم میرفتیم بیرونی، میرفتیم کافه یا شوخی میکردیم و این جالب بود دیگه، تفریح میکردیم. چیزه انظر جامعه مانعی تو جامعه وجود داشت؟ شما در واقع میخوام بگم که بخش سنت شکنش بودید یا این یه روال عادی بود تو جامعه؟ نه، من بخش سنت شکنش بودم و به ویژه اینکه تو خونه جایی نبود که هی تو گوشمون بگم بده. متوجهم نبودم که جامعه چجوری فکر میکنه. خاطرم که مثلا با دوستان دانشجومون میرفتیم قهوه خونه میشستیم چای خوردم و موقع زنا نمیرفتن قهوه خونه بشینن چای بخونه. درسته. و میدیدم که ماشینا میان و لحظه وای میستن و میرن و براشون عجیب بود. خب با ریختی که ما حجابی نداشتیم، ریخت جیگول و مرتب و تو تیپ اون موقع با تیپ و تو به خصوص تو ارگو مدل اون موقع هیپی ها که مثلا خورجینی به گردم مینداختیم و انگشتر ها پر انگشتر و لباس کوتاه و دقیقا اینجوری میشستیم کنار قهوه خونه چایی میخوردیم و گپ میزدیم و خیلی سالم و خیلی دوستانه و خیلی جالب. و این باعث شد و یه فضای ایجاد کرد و من یادم تو مشهد ما میرفتیم کوسنگه، اونجا یه قهوه خونه کنار جاده بود میرفتیم و به این ترتیب این شده بود به یک روشی. خیلی از دخترها و جماعت دانشجوها اینا می اومدن اونجا می شستن. پس میشه به این نتیجه رسید با حرفتون
در واقع میتونم بگم آیا میشه به این نتیجه رسید که در زمان شاه مدرنیسم فضای غالب بر ایران بود؟ اینطور بود، دقیقا اینطور بود. جامعه به شدت اروپایی شده بود، فضای غرب بود میشد دید توش، تو روابط، تو دانشگاه ها، تو دانشجو ها، تو جوان ها. و خب طبعا خانواده ها که مقدار روشن فکر بودن، خانواده هایی که جو سنتی و مذهبی نداشت، بیشتر این فضا رو میتونست ببینی. بله، پس مشکل شما با شاه چی بود؟ اون فضا مشکلش رژیم شاه رژیم خفقان بود، رژیم شاه رژیم اون همه بیکاری، اون همه فقر، اون همه زندان، شکنجه. من یادمه برای خوندن یک کتاب مایسی های کوچولو سالها که یکی رو زندانی میکشید. این مشکل خیلی روشنه و به همین دلیل من گفتم اول اعتراضم رو تو سال 49 داشتم همین بود. من شنیده بودم تو دانشگاه اعتصاب هست، من رفتم تو مدرسه گفتم بیام اعتصاب کنیم. بچه ها گفتن چرا، چیه اعتصاب چیه؟ گفتم هیچ امتحان ندید. گفتن چرا؟ گفتم این همه بدبختی هست، این همه فقر هست، این همه بیچارگی هست، بیام اعتصاب کنیم. فقر اذیتت میکرد شلا؟ از کی احساس کردی با فقر، با فقری که تو جامعه هست یا شخصا خودت لمسش کردی، از کی احساس کردی که داره اذیتت میکنه و باید کاری کرد؟ من گفتم از اونجا که من توی خانواده فقیر بودم، این بود که همیشه اذیت میکرد و میدیدم که چه تأثیری میذاره توی زندگی آدم و چه تحقیری رو جامعه به آدم تحمیل میکنه وقتی تو خانواده فقیری هستی. برای همین از همون اول متوجه این تناقضات و این تضادها و این وضعیت بودم. به خصوص تو اقوام ما کسانی بودن پولدار بودن و ما معاشر بودیم و وقتی می رفتیم تفاوت برخوردهای اینا رو با خودمون و با پولدارترها می دیدیم، خب این تأثیر خیلی آزاردهنده می داشت. فرضاً اگه ما مهمانشون بودیم، به فرض اگه شب اونجا می موندیم ملافه رو برامون عوض نمی کردن، جای تمیز بهمون نمی دادن، ولی اگر مهمان پولداری بود همه اینا رو در خدمتش می داشتن. و این ما که بچه بودیم خیلی سریع می فهمیدیم و خیلی سریع تبدیل به قطع رابطه می شد و ما حاضر نبودیم ادامه بدیم. و اینها مرتبا و مثلا فاصله هایی که از مادرم می گرفتن، آرزوی کوچیکی که مادرم داشت برای اینکه مثلا یه گردنبندی داشته باشه به همون فرمی که فلان کس داره، بچه برادرم که دوست داشت یه ماشینی داشته باشه که به فرض با کنترل حرکت بکنه، که من اون موقع یادم بهش قول دادم که اگه بزرگ شدم برای تو یه ماشین میخرم که باش بازی کنی. این ماشین بازی کرد بازی. وقتی من بزرگ شدم و دستم به پول رسید، برادر من بزرگ شده بود و همیشه این تو دل من بود که من هیچ وقت نتونستم برای اون یه ماشین بگیرم. این فاصله رو با اون دیکتاتوری که تو جامعه شاه تعمیل میکرد، این دوتا باعث شد که به سیاست بیفتی، درسته؟ دقیقاً اینجوری بود. ما از همون اول، به خصوص میگم فضای خونه و همه اینا، از همون اول این ما رو تمایلات سیاسی رو تو ما بود. یعنی جزء زندگیمون بود. فهمیدیم که باید اینا عوض شه، نمیشه جامعه به این شکل باشه. از همون اول با این تناقضات، با این اختلافات و از نظر فرهنگی، باز بخشی از خانواده ما، اقوام ما همه با حجاب و چادری و مذهبی شدید بودن و ما از این طرف به این شکل. و اینم باز تناقضاتش میدیدی که دخترش رو 9 ساله عروس میکنه و اون مثلا میبینی که فرض کن من دانشگاه میرم، نوش هم داره. خب اینا فاصله های بود میدیدی که یک چیزی با تغییر کنه دنیا، یه وارونگی رو میدید تو همه چیز. همین که تشخیص دادی که این وارونگی باید تغییر پیدا بکنه، انقلابی شدی به معنای تغییر بنیادی جامعه، یا فکر میکردی میشه با راه انتقاد از سیستم، اصلاح سیستم، تغییر چیزی دیگه به اینجا رسید؟ چطور؟ من خیلی سریع در واقع به سیاست افتادم. به گفتم سال 49 بود، سال آخر دبیرستانم، و وقتی وارد دانشگاه شدم، دانشگاه مرکز زمانش به ویژه مرکز این و جدالا بود. و به همین دلیل خیلی سریع و اون موقع تمایلات چپ پیدا کردم. یادم سال اول دانشگاه بودم که پایان نامه تحصیلیمونو با تمش رو انتخاب میکردیم که سر چی باید باشه. من تم تاثیر دین در سیاست رو انتخاب کردم که این بلوای و سرصدای زیادی به پا کرد. ضد دینی بود دقیقا. و
بعد خیلی سرصدا کرد که استاد ما میگفت تو اینو پس بگیر، این دانشگاه طلاب اینا همه سری سرصدا میشه، چیزایی که نوشته بودم سرصدایی رو انداخته بود. و همون موقع یه تمی نوشته بودم دین افیون تو داست، اینو از یه جای شنیده بودم نمیدونستم مارکی، و بعد همین باعث شد که برم مارکس بخونم، همین باعث شد و همینطور دیگه به طور سعودی رفتم تو این داستان و توی سر از محافل چپ سیاسی در بود. با اولین فعالیت متشکل سازمانی که کردی با کی بود؟ اون موقع گروه های سیاسی اسم و نشونی نداشتن، ما محافل سیاسی تشکیلاتی خط 3 بودیم و کارمون پیش از سال 57 دقیقاً همون خط 3 بودیم ما. سیاسی تشکیلاتی بودیم، محافل مانیفست خونی سازمان میدادیم، دستنوشته های ریزنویس های اون دوره که می آمد جلوی برگه های نازک زردی داشت، نمیدونم شما سنتو اونا رو دست به دست می کردیم، می خوندیم تو محافلمون. و جالب بود اون موقع برای اینکه یکی رو تو محافل را بدن ازش امتحان فداکاری می گرفتن دیگه، تو چپ اون موقع اینطوری بود. به من خاطرمه تو دوره شاه که هر کسی مثلا کتاب مایسیای کوچولو رو ازش میگرفتن، سالها زندانی بود، به من مثلا یک ساک پر از کتاب مانیفست و اقتصاد سیاسی و اینا رو دادن، بهم گفتن اگه تو اینو از مشهد با قطار بیاری تهران تحویل فلان کس بدی اون وقت میتونی باد قرار بذاری. و من این کارو قبول کردم، از مشهد با خودم آوردم تهران، تهران تحویل دادم و بعد وارد محافل شدم و شروع کردم به فعالیت و محافل سازمان. من خاطرم سال 57 حدود تعداد 20 تا محفل کارگری مانیفست خونی داشتیم که بعد دیگه سال اول انقلاب 57 اون موقع به 40 تا رسیده بود محافلمون که تو اینا مانیفست میخوندیم و از اوزای سه ما داشتیم مانیفست میخوندیم که انقلاب شد. همینجا به اینجا باید وایستیم، اینجا یه ویدئو موزیک ببینیم با هم دیگه و برگردیم به ادامه همین جایی که قطع شد. شما بیننده برنامه بیوگرافی از نزدیک و خصوصی هستید و مهمان امروز برنامه ما شهلا دانشور هست. ما تا محافل کتابخونی مانیفست خونی رسیدیم، شهرها دانشور توضیح داد و این فکر میکنم گفت بیش از 40 محفل کتابخونی داشتن پیش از انقلاب. الان میخوام از شهرها دانشور بپرسم که وقتی انقلاب 57 شروع شد، تظاهرات ها شد، ایشون کجا بودن و چه نقشی داشتن؟ شهرها دانشور چی کار میکردید وقتی روزهای اولیه انقلاب 57 داشت شروع میشد و شما که مخالف رژیم بودید چه احساسی داشتی؟ اول اینو میخوام بپرسم. روزهای شیرینی بود، به خصوص اون جنب جوش رو تو جامعه میدیدی و منی که سالها به این از لحظه شماری کرده بودم و تو این قضیه بودم. من اون موقع معلم بودم، دانشگاه رو تموم کرده بودم. بعد گفتم ما مشغول محافل مانیفست خونی بودیم که یه دفعه انقلاب اومد و این موقعیت چپ اون دوره بود، چپ اون دوره حاشیه جامعه بود و به همین دلیل. ولی ما خیلی زود بالاخره سعی کردیم بیام جلو با شعارامون، با حرفامون، با این سال که... تو کجا بودید؟ این فقط میخوام من تهران بودم. این سال تهران بودید؟ دقیقا اوائل یه 6 ماه شاهرود بودم، چون تو شاهرود معلم بودم، بعدش دیگه اومدم تهران. معلم بودید یا دبیر بودید؟ نه دبیر بودم، تو دبیرستان تدریس میکردم. بعد به همین دلیل فوراً شروع کردم به فکر کردن رو اینکه چطور میشه اعتراضات معلمان رو سازمان داد، چطور میشه دانش آموزا رو سازمان داد، چطور میشه محافلی که اینم به وجود آوردیم رو سازمان داد. مشغله های مختلفی تو ذهنم بود و دوستانی که تو زندان بودن آمدن از زندان بیرون و بعد خب ما هم دیگر بعد سالها پیدا کردیم و هم دیگه تماس پیدا کردیم و دور هم جمع شدیم، شروع کردیم اولین بحثامون که چی کار بکنیم، به شکل سازمان یافته چطوری کار رو پیش ببریم، همه اینا. در من اون موقع
جز بنیانگذاران کانون مستقل معلمان بودم. کانون مستقل معلمان با یه جمعی سازمان دادیم و تو اعتراضات معلمان و تظاهرات هایی که برپا می شد اطلاعیه دادن در رابطه تو این عرصه ها فعالیت می کردیم. تو در رابطه با محافل کارگری اینها هم تماس همونو داشتیم، ولی هنوز دور خودمون می چرخیدیم که باید اینها رو چی کار کرد، چطور سازمان داد و اینها. به هر حال بیشترین بحثمون فعالیتمون رو شوراها بود. به همین دلیل من تماس های زیادی برقرار کردم برای برپایی شوراها. از فعالین تشکیل شورای سراسری شرق تهران بودم که اول مهمه 58 رو برگزار کرد و اینها دیگه. به همین شکل توی عرصه‌های مختلف بعد دیگه جنگ شد و یه اتفاقی اینجا افتاد. شما به عنوان فعالین تو محافل و تو اینا داشتین کار میکردید، جمهوری اسلامی روز به روز، یعنی اون جریان که به جمهوری اسلامی ختم شد روز به روز داشت بیشتر سوار بر اون موج انقلابی مردم داشت میشد، یه خلایی بود، حزبی که بتونین توش اینا رو شما هم توش کار کنید و جلوی رشد اسلامی ها رو مثلا بگیرید، یا اون آرزوها و عدالت خواهی که تو شما بود و بتونین به سمت خودتون برگردین، اینو کی و چگونه پاسخ دادین؟ ما نتونستیم پاسخ بدیم. اگه پاسخ میدادیم که این اتفاق پیش نمی آمد. در خلای وجود یک حزب چپ، حزب مثل حزب کمونیست کارگر تو مقطع دیدیم که حمله به شوراها شروع شد، تمام دستاوردهایی که این انقلاب داشت همه یکی یکی پس گرفته شد. کی به اعتماد مارزان؟ من میخوام من ببخشید اگر منتها منظورم. این که الان سازمانی من کی فعالیت رو چیز کردم، من اون موقع با دوستانی که از زندان اومدن فکر کردیم چی کار کنیم، چون اون موقع سازمان های مختلفی هر روز علنی می شدن و اعلام وجود می کردن با اقسام سازمان ها از طیف فدایی و نمیدونم خط سه و پیکار و رزمندگان و وحدت هم با اقسام اینا. ما اون موقع تو جمعی که داشتیم، خاطرم بیژن چهرازی بود، رضا اسمتی بود، بهمن دوست بود، جمعی بودیم اینا و حال اونا هم از زندان اومده بودم، فکر کردیم که به این پراکندگی منطق اون موقع بحثمون این بود، میگفتیم به پراکندگی چپ دامن نزنیم، حالا که نقطه اوج مبارزه تو کردستان اون موقع اگه خاطرتون باشه جنگ مسلحانه تو کردستان بود، ما این حرکت رو تقویت کنیم و اومدیم قراری گذاشتیم، رفتیم به دیدار رهبران کومله در کردستان با فاد مصطفی سلطانی و دکتر جعفر شفیع یادشون بخیر که جان باختن هر دو، با اونا تماس گرفتیم و اظهار علاقه کردیم که به عنوان گروه هوادار کومله در تهران فعالیت کنیم. بعد گروه سازمان مبارز در راه آرمان طبقه کارگر تو پرانتز گروه هوادار می‌نوشتیم، به این عنوان اعلام موجودیت کردیم. بعد شروع به فعالیت کردیم و چون کموله اون موقع خب جنگ مسلحانه بود و موقع چیز بود، خیلی نفوذ داشت تو کارگر تو بخش مختلف جامعه و وقتی ما میگفتیم گروه هوادار خیلی نیرو میامد سراغ ما و از اون طرف هم کموله اساسا خودشو منطقی تعریف میکرد و وقتی میگفتیم چی کار باید بکنیم در رابطه با اینا، خط سیاست شما چی، میگفتن خودتون هر تصمیم بگیری خودتون بگیرید. من اون موقع مسئول بخش کارگریه گروه هوادار بودم و یادم ارتباطات خیلی وسیع داشتیم از کارگرای نفت، از کارگرای کارخانجات مختلف و من خودم با ابتکار خودم جلو می افتادم و اینا رو برنامه می ریختیم، مثلا سر کارگران جنگ زده به فرد مصادره استادیوم امجدی توسط کارگران نفت، مثلا با جماعت و دوستانی که اونجا داشتیم مثلا طراحی کردیم اونجا یا فرض کنید سر کارگران پروژه‌ای مثلا تظاهرات جلوی وزارت نفت تو تهران مثلا جمع شدیم و خب من طراحی میکردم باشون، یا مثلا شورای متحد گیلان تو این فعالیت ها دیگه انتها نداشت. هم اوضاع بعد از انقلاب بود و شوراها این در واقع این چیزی که چپ بود شوراها بود، روزنامه ها بود، شعار آزادی بود، آزادی زن بود،
نه به حجاب بود، اینا بود، اینا مؤلفه‌ای بود به چپ میشناختن اون موقع دیگه، علیه بیکاری بود. خودشون رسما میگفتن، گفتن کمونیستان، جوجه کمونیستان، اینجوری میگفتن. و ما هم جوجه کمونیستا بودیم اون موقع که این کارا رو میکردیم، مشغول این فعالیت ها بودیم و اینا. بر فعالیت من اینها بود تا اینکه دیگه اومدم کردستان. چه سالی از ایران وارد کردستان شدیم اینجوری بگم؟ من سال 60 بود که اومدم کردستان. بعد دیگه اونجا دیگه تشکیل حزب کمونیست ایران که تشکیل شد، خب طبعا من تو کوماله بودم اون موقع دیگه. دیگه حزب تشکیل شد و دیگه ما شدیم جزء عضو حزب کمونیست. ولی سوالی که من همیشه از دوستام، کسایی که دعوت میکنن، دارم اینه: اتحاد مبارزان که باهاش آشنا شدین، شما تو کردستان در واقع باهاش دیگه، با رهبرانش و با چهرهاش تو کردستان آشنا شدین؟ بله، به لحاظ نظری تو تهران بودیم ما، تو گروه، به خصوص تو کوموله. و من که اون موقع تو گروه هوادار بودم، دو دیدگاه بود دیگه، یه دیدگاه طرفدار نظرات اتحاد مبارزان، و این همه جا بود، شکاف انداخت تو تمام احزاب، جریانات و تو ما چیز بود، این شکاف ایجاد شده بود. و اون موقع من طرفدار الف میم کاف بودم و خب تو قرارهایی که میذاشتم گفتم چه کار بکنیم. بعد صحبت این بود که خب بهتره که بیستیم و بقیه رو هم نظر خودمون بکنیم. و بنده من موندم با اون جماعت دیگه‌ای که تو الف میم کاف، طرفدار الف میم کاف بودن. بحث‌های نظری زیاد بینمون رد و بدل شد و بالاخره تونستیم، من به عنوان هیئت انتقال نیروی زیادی رو منتقل کردم به کوموله، که بعدم همه اومدیم تو حزب کمونیست ایران. اولین باری که وارد کردستان شدی چه احساس داشتی؟ چون به هر حال حتما موقعی که از بخش دیگر ایران، مثلا از تهران، جاهای دیگه اومدی بیرون، به خاطر فشار سیاسی که رژیم آورده بود، درسته؟ خفقانی که بود، 30 خرداد 60 احتمالاً اتفاق افتاده بود، درسته؟ دستگیری‌هایی که شده بود تو جمع ما، و به این ترتیب من موقعیت خودم تو خطر می‌دیدم و اومدم کردستان. چه احساسی داشتی وقتی اومدی جایی که چپ‌ها مسلم، جمهوری اسلامی نمیتونه بهشون تعرض بکنه، تو موقعیت بالا دستن حداقل تو کردستان، چه احساسی داشتی؟ احساس خوبی بود، به ویژه اینکه البته من ناآشنا نبود برام، برای اینکه ما گروه هوادار بودیم و در تماس نزدیک بودیم. 2-3 بار قبلا اومده بودم اون موقع که بوکان تقسیم اراضی بود و مسئله تقسیم زمین ها بین خوشنشین ها بود و اینا، من اون موقع تو یکی دو جلسه شون شرکت کردم. این بود که میشناختم از نزدیک، یا یه بار که کوچه مریوان بود مثلا، تو یک جا اومدم برای دیدن یکی قصر قراری، اومدم تو یه جا دیدم چه جماعتی تو این کوچه مریوان هستن. به هر نزدیک دنبال میکردم مسائلشو، ولی خب اونجا اومدم، شهر بوکان دست پیشمرگ بود هنوز اون موقع، یه هفته نگذشته بود که البته رژیم حمله کرد و ما با همه تخلیه کردیم، اومدیم به طرف عقب نشینی کردیم، اومدیم به دهات قرقوز فکر کنم اون موقع. و بعد دیگه همینطور تا اینکه تا مرز عراق عقب نشینی. شلا، اولین باری که منصور حکمت رو دیدی چه جایگاهی برات داشت؟ پیش از این که میدونم آثارشو خونده بودین تو اون دوره‌ای که بعد اینکه کمله با اتحاد مبارزان به هر حال ظرفی درست کردن که حزب کمونیست ایران رو درست بکنن و اینا، ولی اولین اینا رو که میدونم در سیاسی دیگه آشنا شده بودی با آثار اتحاد مبارزان کمونیست که چپ ایران رو متحول کرد و به کمونیسم کارگری امروز محصول کارهای اون دوره اتحاد مبارزان کمونیسته، منصور حکمت مشخصا. وقتی اولین بار منصور حکمت دیدی، فکر میکردی با چه پدیده ای روبرو میشی و چقدر برد، چه جوری بود، چه احساسی داشتی؟ من شخصا خیلی مشتاق بودم منصور حکمت رو ببینم، به ویژه اینکه من صداش رو شنیده بودم از نواراش، چون تو مجادلات درونی و بحثاش ما نوارا رو گوش میدادیم، ما همونطور گفتم تو تشکیلات تهران کموله بودیم دیگه. بعد این نوارا رو خب بر من کومولهی با اون عظمت و جنگ مسلحانه و اوضاع، یه دفعه یه جریان فکری همچین
جنب جوش ایجاد کرده تو چپ، توی کردستان. برای من ابعادش خیلی وسیع و گسترده بود، به همین دلیل فکر میکردم که با چه آدم عظیمیه و خیلی مشتاق بودم ببینمش. و طبعا آدم وقت از یکی فکر میکنه آدم عظیمی، فکر میکنه خود خیلی هیکل بزرگ و گنده ای هم داره. وقتی که اومدم و دیدمش خیلی قیافه مهربانی و نگاهش خیلی برام جالب بود و هی فکر میکردم یه حرفای زیادی هست که باید باش بشینم و باش بگم. و بعد از اونم که دیگه از هر کس که بپرسید همینه که تو تمام تفکر من، توی بینشم نسبت به جامعه، نسبت به انقلاب، نسبت به سیاست، نسبت به زندگی شخصی، تو دیگه تمام این نا جا داشت و همیشه هم جا داشت. بله. بعد چند سال کردستان موندی؟ فکر کنم 6 سال شد. 6 سال. چی کارا میکردی تو کردستان تو؟ خب اول که اومدم اونجا به شدت محیط مردانه ای بود و من جای زیادی نمیشناختنم و در این حال جای زیادی هم تو اون سیستم از مبارزه نداشتم. ولی کن خیلی بالاخره با لجاجت ها و فشارهایی که داشت می آوردم اینا بالاخره تونستم جای خودم رو باز بکنم. تو خب ابتدا تو به صورت مروج تو تشکیلات روستایی سازماندهی اینو کار میکردم. بعدش کم کم اونجا یه مرکزی داشت، کمیسیون آموزش پرورش برای آموزش بچه های روستاها و اینا. من اونجا کسایی که کمی کمتر نقش پیشمرگ داشتن، نقش سیاسی داشتن میذاشتن، ولی من تونستم اونجا مدرسه باز کنم تو دهات. با اینکه زبان کردی نمیدونستم، تازه وارد شده بودم، یک مدرسه ای که صبح با سرود انترناسیونال بازش میکردیم، بچه های ده میامدن دیگه، کم کم بچه های پسر های بزرگ و دختر های بزرگ رو جذب کردیم. تو سطح دبیرستان کلاس گذاشتیم، من خودم به همشون درس میدادم و به این ترتیب حدود 100 تا شاگرد جمع کردیم تو اون ده. ترجان بود فکر کنم. و خب خیلی جالب بود، اوائل مقاومت نشون میدادن، میگفتن بچه هم باید شبانی کنه بره، ولی بعد که میدیدن نه داره کاری میشه، جدیه، آموزشی، نظمی داره، ترتیبی داره اینا، علاقه من شدن، بچه هاشون رو فرستادن و به این ترتیب من تونستم راه باز کنم اونجا. بعدا کم کم دیگه تو صدای انقلاب کار نویسندگی میکردم، کار تنظیم اخبار و مطلب و اینا. بعد از اون دیگه تو سازماندهی داخل شهرهای کردستان دیگه که به پات نوشته شد دیگه حالا. از اونجا اون کار رو داشتم. بله دیگه تا الان دیگه. موقعیت تشکیلاتیت، آخرین موقعیت تشکیلاتیت توی حزب کمونیست ایران که تشکیل شد چی بود؟ من عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران بودم، همون اولین کنگرش به عنوان عضو کمیته مرکزی انتخاب شدم. بعدم تو کموله هم عضو علی‌المدار کمیته مرکزی کموله بودم. بعد دیگه بعد از اونم فکر میکنم اون موقع تعداد زنانی که تو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران بودن فکر کنم شاید یه نفر بودین، نه بیشتر؟ نه اولین نفر بودم، درسته، فکر میکنم فقط من بودم، چون ما وقتی اون تاریخ رو نگاه میکنیم یه اسم دیگری الان تو ذهنم نیست. نه اون موقع من بودم، ولی و در کردستان هم من و پروین کابلی دو نفر اولین زنانی بودیم که آمدیم تو کردستان تو اون محیط فعالیت رو شروع کردیم. پروین کابلی هم تو تهران بود از اونجا. ما هر دو از تهران اومدیم. با هم اومدیم. با هم. شما دوتا با هم رفتید. دقیقا. پس این فعالیت ها تو کردستان تا چه سالی ادامه پیدا کرد؟ من 6 سالی در کردستان بودم، بعدش دیگه میلادی 87 میلادی 87 میلادی اومدم. منم حضور ذهن ندارم چه سال میشه. اومدم به شاید حدودا 66 اینا باشه دیگه. اومدم سوئد، بعد تو سوئدم به حال باز تو همین فعالیت سازماندهی شهرهای ایران بودم دیگه. اومدم تو سازماندهی شهرهای ایران و بعدم اونجا کمیسیون قانون کار رو دیدم، در فعالیت های مختلف تو این عرصه دیگه. خب ما با کاظم نیکاک صحبت میکردیم، کاظم فاش ساخت که شما با هم پارتنرین، با هم زندگی میکنین،
کی با کاظم آشنا شدی؟ سال 90، الان 12 سالیه. تو کردستان نبود؟ 14 سالیه که با هم زندگی میکنیم. تو کردستان که باش آشنا بودی؟ آشنا بودم در کردستان، ولی هیچ وقت فکر نمیکردم با کاظم زندگی میکنم. چرا؟ حتما شاید شاید چراش خیلی قابل توضیح نباشه. نه، مشغله های زیادی بود و محیط اونجا چطور بگم، سخت‌تر از این بود که فرصت اینو بده به من. شاید به ویژه من، بالاخره از تهران اومده بودم و با یک، و برای اینکه خودم رو اثبات کنم تو محیط، مجبور بودم که بیشتر کار سیاسی کنم و کمتر فکر دیگه ای داشته باشم و اینا. و بعد از اومده تو سوئد. تو سوئد چه سالی گفتین؟ الان حدود 14 سالی میشه، سال 90 بود. و تو سوئد تو یه جا کار میکردید یا چطور بود؟ محیط کارتون یکی بود؟ نه، کاظم از کردستان اومد سوئد و خب طبعا اونجا من خونه داشتم و خیلی از دوستانی که میامدن اونجا ویلکام بودم، میامدن خونه من و کاظم هم اومد خونه من. کاظم، مصطفی صابر، خیلی از این دوستان اومدن، مدتی پیش من بودن. دوستانی که رفتن از این حزب هم اینطور باز اومدن، مدتی پیش من بودن. اینا. راضی هستی از زندگی شخصی خصوصی با جلوی دوری؟ نه، کاظم شخصیت دوست داشتنیه، آدم مهربونیه، آدم صبوریه، آدم فکوریه. خب منم راضیم بایستم. خیلی جالبه. من به کاظم هم که وقتی صحبت میکردن گفتم چه شما رو زیر یه سقف نگر میداره، عشق یا عادت یا نیازه؟ چون یه چیزی که تو جامعه موجود هست اینه که حتی اگه اینجا نگاه بکنین، کسی که ازدواج میکنه یه امکانات اجتماعی بیشتری داره، مثلا از مالیات میتونه مالیات کمتری بده. و من میخوام بگم توی شما چیه، چی شما رو به این مدت باعث شده نگر داره، و عشق چیه، نیاز، عادت؟ من فکر میکنم علاقه هست. فکر میکنم که یعنی اینجوره، برای اینکه هم من آدم سختی هستم، هم کاظم تا جایی که من شناختم، من اگر لحظه احساس کنم که دوست ندارم به زندگی، هیچ چیزی منو وادار نمیکنه. و حال عمری که مبارزه و خلاف جریان بودن تو اینجا هم دیگه صدق میکنه، نمیتونی بپذیری، دلیلی نداره، نیازی نداری، از پس زندگی برمیای. یاد گرفتیم که چجوری زندگی کنیم اگه بخوایم تنها زندگی کنیم. بنابراین علاقه است و دوست داشتنی و شیرینه. جالبه، به ما هم یاد بده شالا. باید یه کلاس برای یه نسل جوان‌تر بذاری. نسل جوان‌تر گفتم. نسل جوان، آره خیلی دیگه نسل، فاصله نسلی ایجاد شد کیوان جوان. شالا 27-28 سال اینجوری میشه که فعال سیاسی هستی. 35 سال. شاید اونجوری که من از سال 49 مثلا حساب کردم، آره ریاضی من خیلی خوب نیست. به هر حال 35 سال اینجوری که میگی، اگه هر کاری دیگه میکردی، همون درستتون که تا فوق لیسانس رو خوندید، اگه درستتون رو میخوندید، تو یه رشته علمی کار میکردید، الان فوق دکترا بودید. از نظر زندگی شخصی توی موقعیت بالای، از نظر مالی مثلا بودید، حتما توی سطحی از محافل مثلا ادبی، روشنفکری یا علمی مطرح می شدید. فکر نمی کنید چیزهای زیادی رو تو این دوره از دست دادید با فعال سیاسی شدن و کار مداوم سیاسی کردن؟ نه، اینطور نیست. من سیاست رو دوست داشتم، برای اینکه جواب می گرفتم برای خیلی چیزا، برای اینکه اینو یاد گرفتم که راه باید این، برای اینا الگو کلیشه نیست دارم میگم، اعتقادمه. ولی یعنی واقعا برای یه دنیای بهتر، برای اینکه تغییر ایجاد بکنی، باید آمیخته ای با این راهی جز این نیستش. و شیرین لحظات پیروزیش و لحظات دوست داشتنی داره. اینه که نه، من اینجور فکر نمی کنم. و به علاوه این زندگی که ویژه، این که خودم انتخاب کردم و این
مهمترین قسمتشه که احساس شخصیت میکنم، احساس قدرت میکنم توی کاری که دارم میکنم. اگه از چیزی ناراضی باشم از اینه که شاید باید بهتر از این بیشتر وقت بذاریم. نه، شاید باید بهتر از این کار کرد و موثرتر بود. دقیقا. ولی شما گفتین لحظات شیرینی داره، ولی من نگاه بکنم و هر کدوم ما نگاه بکنیم لحظات تلخش به مراتب میچربه، درسته؟ لحظاتی که بهترین دوستامون کشته شدن، تو زندان ها موندن و تاریخی از این قبیل خیلی زیاده. میتونی بگید یه نمونه از این تاریخ شیرین رو بگی که راضیمون بکنی بیشتر ادامه بدیم؟ همین که یعنی این تحزب، این مبارزه سیاسی، اینه که آدم خودشو توی جمعی میبینه، هم فکره و با ایده های خیلی زیبایی انسانی که توش یک تلاش هست، یه تغییر هست. همین نفسش خیلی شاید من خیلی روماتیک باشم، همین نفسش خیلی زیبا و دوست داشتنیه، دوستی هایی که داری و اینا و کنار اینا لحظات شیرینی رو طبعا داری، طبعا پیروزی هاش، همه این لحظات رو. به هر حال شما شخصا تصمیم گرفته بودید به عنوان یک فعال کمونیست جذب یه سازمانی بشید، با یه سازمانی یه کاری بکنید، دولت رو طبق الگو و نظر شخص خودتون یا حزب خودتون، سازمان خودتون درست بکنید، اون جامعه حکومت مثلا شورایی یا هر جوری که خودتون فکر میکنین داشته باشید. تو این مدت بهش نرسیدید، فکر نمیکنید؟ حتی تو هر شاخه علمی هم نگاه کنید، یه کسی که این سال وقت بذاره برای به دست آوردن یه دستاورد علمی، وقتی به دست نیاد فکر نمیکنه باید کار دیگری بکنه؟ یا فکر میکنیم که این همه سال برای اون دولت، برای اون جامعه مبارزه کردید به دست نیومده، ایرادی داشته باشه تو، یا باعث بشه خسته بشی، ناامید بشی؟ نه، اینطور نیست. شما قبلا در مورد منصور حکمت صحبت کردید. من وقتی منصور حکمت رو دیدم، وقتی با این ایده ها آشنا شدم، به طور واقعی جواب خیلی از مسائل گرفتم و افق چشم‌انداز روشنی در مقابل من گذاشت. اینطور نیستش. و ببینید، وقتی که امروز میبینم به فرض تو تهران پرچم سوسیالیست به پاخیز بلند میشه، جوابمو گرفتم. این یعنی همون نوید یک دنیایی که من دارم بهش فکر میکنم. وقتی میبینم توی 16 آذر پرچم آزادی برابری بلند میشه، وقتی میبینم مثلا تو چهارشنبه سوری توی سنندج دارم میگن سال نو سال آزادی زن، اینا تلایه های اون چیزیه که من میخوام. و همه هم میدونیم دیگه، مبارزه اینجوری نیست که یه روز دو روزه جواب بتونی نتیجه بگیری. مثلا اینکه این یک جنگ واقعیه و این جنگیه که من افق روشن توش میبینم، به ویژه با وجود حزب کمونیست کارگری. میگم این تماما اعتقاد منه، اینا الگو نیست، اینا کلیشه نیست، تماما اعتقاد منه. و اینا همون لحظات شیرینه که شما گفتید، اگه یکی از لحظات شیرینه ایناست. جالبه. شالا، ما فکر میکنم الان وقت پخش ویدیو موزیکه و برمیگردیم به ادامه این برنامه و بیشتر متمرکز میشیم که چرا حزب کمونیست ایران رو ترک کردید و حزب کمونیست کارگری که تشکیل شد چرا به این حزب پیوستید و سوالای بعدی در این زمینه. الان در این بخش برنامه بینندگان عزیز یه ویدیو موزیک با هم میبینیم و برمیگردیم به گفتگومون با شهرا دانشور. با مقدم حضورتون میکنم، میخوام اینجا اعتراف بکنم که شنیدن سرگذشت شهرا دانشور برای منم جالب بوده، به خاطر اینکه من نمیدونستم بخش زیادی از این اطلاعاتی که شهرا دانشور در مورد خودش داده. این برنامه همونطوری که شاید برای شما جذاب و جالب بوده، برای منم همینطور. میخوام بگم که خوبی این برنامه اینه که من خیلی ها رو بیشتر و بهتر میشناسم. اما سوالمو پیش از این که برسم که بپرسم در حزب کمونیست کارگری چی کار کردی و چجوری شد و زندگی چجوری گذشت،
میخوام با یه سوال متفاوت تری شروع بکنم و بعد برگردم به این جنبه از فعالیت و زندگی روزمره شهلا دانشور. شهلا دانشور، شما با این حساب من باید بگم شما آدم توداری هستید. من سالها هست تو خارج کشور هستم، دارم با شما کار میکنم، شایدم بگم الان نزدیک یک سال در تلویزیون هر روز شما رو میبینم و کمترین اطلاعاتی از این زمینه نداشتم، نه از تحصیلاتتون نه از جنبه های خصوصی زندگیتون. آدم توداری هستی؟ تودار نیستم، کم صحبتم. از اشکال از ما هست که باهاتون کم صحبت کردیم. سوال بکنید من راحت جواب میدم، هیچ وقت مشکل ندارم برای جواب دادن. ولی تودار نیستم، اتفاقا باز هستم نسبت به اون چی که فکر میکنم و اون چی که به نظرم میرسه. سفره دلتو پیش دوستات باز میکنی؟ چیزی که اذیتت بکنه یا چیزی که آرزو میکردی بودی یا داشتی و پیش از اینکه کسی سوال بکنه خودت بگی؟ نه، با کاظم چرا؟ با کاظم داری پس. ولی با کس دیگه مسائل انقدر زیاده که فرصت نیست. به ویژه میبینید انقدر اتفاقات زیاده و خب من کار سیاسی و بچه دارم، بالاخره همه اینا فرصت نیست به طور واقعی. ولی خب شادم نیازش دیگه زیاد احساس نکردم، چون دیگه همیشه یکی داشتم که باش بشم. غیر از کاظم دوست نزدیکترت کیه؟ دوست شخصیترت که اگه یه دفعه دلت بخواد مثلا باش بری سینما یا بری کنسرت یا اینا؟ دوستان زیادی دارم و با همشون هم دوست دارم برم سینما و کنسرت. خب اصغر کریمی خیلی باش احساس نزدیکی میکنم و دوستان دیگه هم هستن. شده با هرگز به کاظم بگی کاظم خونه بمون، منو اصغر میخوایم بریم کنسرت یا سینما؟ فرصتش نبوده، وگه نه علاقش هست. کاظم نمیگه نه منم میخوام بیام، منم دوست دارم بیام و اینا؟ کاظم خیلی خوشحال میشه من پیش قدم یه برنامه تفریحی باشم. همیشه به من میگه یه کمی به فکر تفریح باش، نمیدونم برو بیرون، به خاطر اینکه مشغله اونقدر زیاده و شتاب داری برای اینکه همه کارا بکنی. یه بار شنیدم، نمیدونم چقدر، یه بار شنیدم همون نزدیکی های خونه بودی ولی خونه تو پیدا نمی کردی، تلفن زده بودی به چون انقدر بیرون نمی رفتی، یه هر دفعه هم که می رفتی با کاظم می رفتی نزدیکی های خونه رو پیدا نمی کردی. این درسته؟ نه من بیرون زیاد میرم، ولی یک بار خیلی فکر می کردم به خیلی مسائلی که بود و رفته بودم دخترم رو از مدرسه بیارم، یه 5-6 دقیقه وقت مونده و گفتم خب یه کمی قدم میزنم و بعد و این قدم زدن انقدر من توی دنیای خودم بودم که یه دفعه از یک طرف دیگه شهر در بردم، نمیدونستم کجا سر در بردم. بعد زنگ زدم گفتم من گم شدم، تو برو کتیا رو از مدرسه بیار. و به هر حال یکم برای خودم جالب بود، چون اولین بار بود که اینقدر یه فکر منو با خودش برده بود. جالبه. رابطت با دخترت چطوره؟ رابطت با رابطه عاطفی، رابطه این که بتونیم با هم حرف بزنید، بتونیم که ازش ایده بگیری، یا مثلا اگه نظری داشته باشه جلوتون وایسته و شما رو وادار بکنه کار دیگری بکنید، چطور؟ رابطه خوب و نزدیکی داریم و یه ویژگی که دختر من داره اینه که به راحتی قانع نمیشه. یعنی ما بهش شاد اینجور آموزش دادیم که و خیلی قشنگ استدلال میکنه. حتی تو مدرسه یه بار بحث داشتن، برنده شده تو کلاسش از قدرت بحث کردن. عادت کرده و هیچ چیز رو به راحتی قبول نمیکنه و ما هم احترام میزنیم، فکر میکنیم باید اینطور باشه و تا آخرش توضیح میدیم، اگر خب قانع نشد و اشتباه کرده باشیم ازش معذرت خواهی میکنیم. و اون یه رابطه محترمانه، اونم یاد گرفته دیگه توقعش همین باشه و به راحتی زیر بار خیلی چیزا نمیره. تو مدرسه مثلا خیلی وقتا شده جواب داده و همین باعث شده بعضا به خصوص تو انگلیس که خیلی سخت میگیرن، مثلا جواب معلمش داده و بهش گفته بودن که خب حالا دیتنشن میگیری، یعنی باید یه رو بیشتر وایسی تو مدرسه. بعد که ازش پرسیدم خب ناراحت شدی این تنبیه بدن؟ گفت نه ناراحت نشدم، برای اینکه بی خودی و بی ارزش بود این دیتنشنی که داده بود، حق با من بود. مثلا رابطمون خوبه و به ویژه چیز
بچه ای که اهل همه چی هست، ورزش، بازی، موزیک، همه چی. فوتبالیسته؟ بله، فوتبالیسته، ورزشکاره. یا همه چیزه. البته تو اروپا دختر فوتبالیست باشه چیز عجیبی نیست، ولی اینکه من توی برنامه ای که حتی گوشه هاش از تو تی وی پخش شده، اینی که طرفدار تیم آرسنال فکر کنم باشه و خیلی خیلی جالبه که این با این روحیه پرورش پیدا کرده. اینا تو محدودیتی داره تو از نظر این که کجا سوال بکنه، چه سوالایی رو نکنه؟ یا نه، همین همون حقوقی داره که خود ما داریم دیگه. یعنی فکر میکنیم باید اینجور باشه، اون یه انسانه، منتها یه انسان کوچیکتره و اتفاقا چون یه انسان کوچیکتره باید بیشتر بهش حق بدی که با دنیای کوچیک خودش بتونه مسائل رو بفهمه و جواب براش پیدا کنه. بنابراین باید بهش بیشتر فرصت داد. یه ذره متفاوت تر میخوام برم. خودت مشغله های روزانه تو به هر حال من میبینم، ولی شاید خیلی از آدمایی که الان دارن این برنامه رو میبینن متوجه نیستن. شهر دانشور از صبح که از خواب بیدار میشه تا شب چه کار داره میکنه؟ به هر حال این چرخ این حزب که اینجوری میگذره یه پایش رو دوش شما هست و کار در رابطه با ایران به عنوان مسئول تشکیلات ایران، کمیته کل تشکیلات ایران، من دقیقا خودم اگه درست گفته باشم کمیته سازمانده، عضو دفتر سیاسی حزب، عضو هیئت دبیران حزب کمونیست کارگری و دیگه حتما تو این چیزا با کار با سازمان آزادی زن، اینا همه هست. چطور خودتو به عنوان یک فرد باز تولید میکنی غیر از سیاست؟ بالاخره همه اینایی که من گفتم کار سیاسی وقت میبره و وقت ویژه‌ای داره و خیلی آدم نمیتونه متنوع و چند بعدی بشه. باید همون اطلاعیه بنویسه، اطلاعیه رو توضیح بده، تماس تلفنی بگیره، نمیدونم اخبار جمع بکنه، تو نمیدونم نیرو بسیج کنه و از اینا. چرا وقت میکنیم اصلا به هنر بپردازی، به موسیقی بپردازی یا به کارهای از این قبیل؟ طبعا محدودیت دارم خیلی از این چیزا، مثلا به موزیک. خب من علاقه من بودم موزیک یاد بگیرم، به خصوص خانواده ما یه خانواده بود اهل موزیک، پدر من تار میزد. یه عکسش دیدم و تو خانواده ما هر کسی یک وسیله موزیکی بلد بود تو قوم خیشامون اینا. و خب این یه علاقه ویژه ایجاد کردم، ولی هیچ وقت فرصت نکردم. همون موقع اوائل که به سیاست اومدم یه مقدار پیانو رفتم دنبال پیانو، به من انتقاد کردن تو چپ اون موقع که این لیبرالیه، منم از خودم انتقاد کردم رسمی که لیبرالیه دیگه نرفتم، من هنوز افسوس میخورم به هر حال. ولی دوست دارم موزیک گوش بدم، با موزیک آرامش پیدا میکنم و کتاب بخونم. آخرین رمانی که خوندی چی بود؟ آخرین رمانی که خوندم میلستون بود از مارگارت ترابل، انگلیسی. بعد دیگه همین آقا رئیس، سلام آقا رئیس، مال نادر بکتاش بود که اینا بود. ولی رمان متأسفانه وقت کم داشتم، به خصوص بعد از در گذشت منصور حکمت. دوران سختی بود، هم عاطفاً هم به لحاظ ماهیت حزب و کارهایی که تو دستور کار ما قرار می‌گرفت، یه حجم زیادی رو از کارا گذاشت مقابل ما که طبعاً یه مقدار محدودیت ها بیشتر شد. بله، شهلا دانشور، برگردیم به تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران. میدونیم تو سالای اواخر سال 71 یا فکر کنم 90 بود، با حمله ای که ارتش آمریکا به عراق کرد، یک بار دیگه اون اختلافات داخل حزب کمونیست ایران بین ناسیونالیسم کرد و کمونیسم کارگری بروز کرد و اونجا بود که منصور حکمت گفت این دوتا جریان نمیتونن تو یه حزب متشکل باشن، به یه حزب یک بنی رو مطرح کرد و کمونیسم کارگری رو اونجا، یعنی هرچند که در ادامه بود، و اونجا گفت که این حزب باید رو پایه خودش بمونه. شما اون موقع منصور حکمت گفت من از این حزب استعفا میدم و حزب دیگری تشکیل میدم. شما همراه با منصور حکمت اون حزب رو ترک کردید و حزب کمونیست کارگری ایران بنا گذاشته شد. تو اولین کنگره شما دوباره عضو کمیته مرکزی شدید، درسته؟ درسته. چه تفاوتی داشت
وقتی اومدی تو اونجا یادمونم هست درست موقعی حزب کمونیست کارگری تشکیل شد که دیوار برلین فرو ریخته بود، یعنی فشار بین المللی رو کمونیست بیشتر شده بود. چه احساسی داشتی اون موقعی که حزب کمونیست کارگری تشکیل شده بود، شما یک پشتوانه یه فعالیت 10 ساله رو کنار گذاشته بودید، دوباره میخواستید از اول شروع کنید؟ توی تندپیشی‌های همیشه ما شاهد این تحولات هستیم تو احزاب و اینها، و همونطور که اشاره کردید تو اون دوره جنگ خلیج و سربلند کردن گرایش ناسیونالیسم و اینها به هر حال مدت‌ها بود، یه پروسه بود دیگه. همه ما فکر می‌کردیم که دیگه نمیشه به این وضع کار کرد و این اعتقاد همون بود، ولی طبعا همه ما نگاه میکنیم ببینیم که منصور حکمت کجا وایستاده. به طور واقعی اون رهبر ما بود. و بعد وقتی که منصور حکمت گفت من دیگه توی این حزب نمیمونم، خب دیگه معلوم بود که چه ما هم دیگه نخواهیم موند و ما همون جایی خواهیم رفت که اون میخواد کاری رو شروع کنه و ادامه بده. این بود که ما تو همین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران بود که اعلام کردیم که نمیمونیم، اومدیم بیرون. و بعد که منصور حکمت اعلام کرد ما هم اومدیم توی حزب کمونیست کار پیوستیم و خودمون رو عضو این حزب دونستیم، و که بعد یه هیئت اجرایی موقتی تعیین شد که من جزوش بودم، و بعدم که کنگره تشکیل شد من به عنوان کمیته مرکزی انتخاب شدم. خب چه احساس بود؟ خیلی واضح بود از لحاظ روش‌های مبارزه، از لحاظ افقی که مقابلمون قرار میگرفت، اینها به روشنی اینو میتونستیم ببینیم. چون مقاطعی که میبینیم یک گرایشی غیر از کمونیست قد علم میکنه با سنت‌های دیگه میاد، وقتی که میره کنار فوری احساس خلاص شدن میکنیم و میفهمی که چه خوب بود این، چه پالایش پیدا کرد، حس جهشی اومد جلو. بله درسته، و اینو کاملا میشد احساس جلو. کرد. ولی یه تغییری هم دوباره من میبینم. من البته تو کنگره اول حزب کمونیست کارگری نبودم، یعنی اجازه ورود نداشتم از نظر ویزا و اینا. ولی میخوام بگم یه تغییری رو من دیدم در حزب کمونیست کارگری از همون روز اول کنگره اولش. حضور زنان در کمیته مرکزیش یه دفعه بالاتر رفته. این شما این خیلی بارز بود. این خیلی بارز بود و فضای ریلکس‌تر و مدرن‌تر و متحول شده بود از این نظر. و طبعا تو تمام تشکلات همه جا میتونست بینید، نه فقط تو کمیته مرکزی. این محدودیتی بود که قبلا تحمیل میشد به حزب که وجود زنان کم باشه، یا چی باعث میشد که انقدر تو حزب قبلی مثلا خودتون تنها عضو کمیته مرکزی بودید، تو حزب کمونیست ایران، ولی تو حزب کمونیست کارگری یه دفعه تعداد زنها فکر میکنم 1/3 شد، یا دقیقا نمیدونم، یا تیزا 7-8 نفر اومدن تو کمیته، ولی نوشته شده نبود و رأی نمیدادن. به حال به این شکل بود. من حتی اون موقع علل بدر کمیته مرکزی کامله بودم، مثلا دوستانی که تو اون موقع بودم میگفتن به تو به کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران رأی میدیم، ولی به کامله رأی نمیدیم. برای اینکه خب در حالی که اون موقع من مسئول تشکیلات داخل کردستان بودم تو کردستان که اتحادی سنت کرد، سازمان پیدا کرد، کلی فعالیت ها داشتیم و اینها، ولی رأی نمی دادن به تو حتی تو اون سطح. به خاطر زن بودن؟ به خاطر زن بودن دقیقا، و به خاطر همین کلا رأی نمی دادن. یعنی تأثیر داشتی که تو فعالیت ها دخیل می شدی به اون مفهوم. بله. بعد تو حزب کمونیست کارگری همین که شروع شد، جنبه در این حال که جامعه برخلاف کمونیسم کارگری عمل میکرد، کمونیسم و آزادی خواهی و برابری طلبی بود، میگم دنیای بود که بلوک شرق فرو ریخته بود، دیوار برلین فرو ریخته بود و کمونیسم کارگری اومده بود و منصور حکمت پرچمدارش بود، یه دنیا کار، یه دنیا فعالیت و یه دنیا امید توی حزب. جالب اینه که در حالی که جامعه ناامید شده بود و به راست چرخیده بود، تو حتی تو خود اروپا حزب کمونیست کارگری به چپ چپتر شده بود از نظر فعالیت اجتماعی و حتی از نظر سیاسی نسبت به حزب کمونیست ایران، میخوام بگم تو اون دوره، و یه دنیا کار. میدونستین امروز که الان هستی به گذشته نگاه میکنی، میدونستی که این دستاوردها
به وجود خواهد اومد، به فعالیتتون ثمر خواهد داد. امروز اینجا نشستید جلوی تلویزیون و میلیون ها نفر دارن برنامه رو نگاه میکنن به خاطر کارهای خودتون و به خاطر افقی که منصور حکمت جلوی این حزب جلوی این جامعه گذاشت. اینو میتونستی احساس کنی این امیدو که اینجوری بشه؟ من همیشه جز خوشبینا بودم، الان خوشبینا. شاید یه راز این که به حال میتونم یه مقدار بیشتر درگیر کار باشم و خب سن سالی از ما گذشته، شاید همینه که یه مقدار ریلکس تر و یه مقدار اوضاع رو روشن‌تر می‌بینی و چشم‌انداز خوبی داری و اینو مدیون منصور حکمت هستم. شما به موقعیت زنا اشاره کردی، مثلا نقش پیشتاز این جریان رو منصور حکمت داشت. من خودمو اگه منصور حکمت اون موقع منو کاندید نمی‌کرد به عنوان مسئول تشکیلات شهرهای کردستان، هیچ وقت نمیتونستم بس توی اون نقش داشته باشم و هیچ وقت اون موقعیت نداشتم و این خودش سرآغاز یه وضعیت جدیدی بود، چون تجربه کردن نشون داده شد که میشه. و به هر حال میخوام بگم که راه افق منصور حکمت هیچ چیز تاریک و ناروشنی برای ما باقی نذاشت که نتونیم این چشمانداز رو ببینیم. همین داره، همیشه تو کنگرس آخرین سخنرانی که گفت این وصیت نامه منه، بر آخرین به طور روشن دیگه تا ته قضیه رو گذاشت در مقابل ما، گفت یه دریچه‌ای باز شده، باید بجنبیم و اینه و ما شانس داریم. این یعنی همین اوضاعی که الان میبینیم چقدر درست بوده و خب طبعا به همت این حزب و به همت همه کادرها. و بله، وقتی با این همه تلاشی که کردید پیروزی رو، نهایت پیروزی رو، گرفتن قدرت و انداختن جمهوری اسلامی میبینی و اینکه جامعه آزاد داشته باشین، مردم برابر باشن، شاد باشن، کودکان تو موقعیت بهتری باشن و همه چیز اینا، اگه این اتفاق بیفته خودت چه نقشی داری؟ میخوای کجای اون جامعه وایسی؟ چه پست دولتی، اجتماعی، شورایی، حالا هر چی داشته باشی که بتونی تضمین بکنی اون دستاوردی که به دست اومده و تو براش 35 سال مبارزه کردی؟ خیلی شورانگیز فکر کردن به یک همچین روزی که شما تصویرش میکنید. اینکه چه پستی داشته باشم، من هم آدم بلند پروازی هستم و هم خیلی تابع که مردم چی میگن، اوضاع چی. به هر حال بلند پروازم، دوست دارم بیشترین نقش رو داشته باشم تو تصمیم گیری ها، بتونم، چون فکر میکنم درست فکر میکنم دیگه، فکر میکنم که مسائل خوب تشخیص دادم، خب هر حال سهمی داشتم، با جای داشته باشم. میخوای سخنرانی بیانیه آزادی جامعه رو از بردگی موجود رو خودت بخونی یا ترجیح میدی کسی دیگه روز اول وقتی اعلام میخواد بکنه جامعه عوض شده، از امروز این مناسبات در این جامعه هست، دوست داری کی بخونه اونو یا کی به مردم بگه؟ خیلی گفتم شورانگیز و شیرینه که آدم دوست داره اولین نفری باشه که اون توی این اوضاع میکروفون رو دستش بگیره و داد بزنه به مردم، بگه مردم این روز رسیده. ولی خب خیلی اصلا جلوتر از منم. نمیخوای بگه کی؟ خب حمید تقوایی. حمید تقوایی، منم به تو با تهم بزنم اینجا. به هر حال میدونم سخته کارها، از نظر ده ها مشکل اینجاست. یکیش مسئله اینی که چجوری بتونی زندگی روزمره تو از نظر اقتصادی بگذرونی. این یه بخش مهمیه که همه ماها که درگیر فعالیت تمام وقت سیاسی هستیم با این درگیریم. از این نظر چطوره؟ از این نظر چطور میبینی؟ چجوری حل میکنی مشکل مالی، مشکل اقتصادی تو زندگی رو؟ سوال سختی کردید از من. بالا پایین داشته زندگی ما، مثل همه دورهایی بوده. خب شغل خوب، شغل دویی داشتیم و به هر حال زندگیمونو گذروندیم، دورهایی نه. خب رهبران حزب کمونیست کارگری، یعنی نه همه رهبران، بخشی از اونایی که فول تایمر حزب کمونیست کارگری هستن طبعا باید حقوق بگیرن، این جزء قراردادیه که هست اینا. و اگه حزب امکانات مالی داشته باشه
باید حقوق بده به شما به عنوان یک کسی که دائما در این کار میکنین. شما از قراردادی که با حزب دارین راضی هستید؟ حزب الان در موقعیت خوبی نیست که بتونه این قرار رو اجرا بکنه. من خودم مسئول خزانه داری این حزب هستم و میدونم اوضاع چه قراره. به قول دوستان میگفتن اگه دولت آینده بشه عکس شما رو باید بزنن روی اسکناس ها. امور مالی این حزب تو دستم دارم، اینا وضعیت خوبی نیست، ولی همین که حزب اینو متوجه است خب این خیلی ارزشمنده که به هر حال یه سری کسانی هستن که باید فول تایم کار کنن تا این حزب رو پای خودش وایسته. ولی شهلا دانشور، یه چیز شورانگیز دیگه که تو این حزب من میبینم این که دائما خودشو داره باز تولید میکنه و اینم با کارهای سخت و شایدم نشه اسمشو گفت فداکاری، چون من خودم برای کاری که میکنم فداکاری نیست، چون اگه این کارو نکنم میگم که فلسفه زندگی روزمرم چیه و چجوری میخوام ادامه حیات بدم، میخوام برم چیکار بکنم تو این دنیایی که هر روز از همه جاش نکبت میباره. همین که دارم عوضش میکنم برای خودم یه فلسفه زندگی منه. ولی یه چیز شورانگیزی که تو این حزب وجود داره وجود جوونا تو این حزب که داره باز تولید میشه و نسل، دو تا نسل الان تو این حزب تو موقعیت رهبری حزب هستن. نسل که تو اتاق فنی نشسته و 27 سالشه، رضا مرادی، نسل من که نمیگم چند ساله، من هم میدونن. به هر حال من بین واسطه بین اون سن و سن شما هستم. اینا نسلای جدیدتری هم هستن، فکر کنم 19 سال 18 سال تو این حزب هستن، حتی شاید هم بگم 17 سال تو این حزب هستن، دارن کار میکنن، اما در موقعیت رهبری این حزب، میگم از مشاور کمیته مرکزی تا کمیته مرکزی تا دفتر سیاسی، حتی چطوری شما، یعنی چه احساسی داری وقتی میبینی این نسل داری میاد و ممکنه تو دورهای خیلی مثلا نزدیک چند سال آینده جایگزین بشه با نسل قدیمی تر، مثل هر جای جامعه، مثل معلمین، مثل کارمندای دیگه، مثل دولت، فکر نمی کنین احساس خوبی داری از اینکه این نسل امکان داره بیاد و شعلا دانشور مثلا تو 10 سال آینده یا چند دیگه عضو دفتر سیاسی نباشه، مثلا بازنشسته باشه و در این حال که به حزب کمک میکنه اینا بکنه، ولی نسل دیگری میبینه که جاشو گرفتن؟ راستش باید به استقبال این رفت و من خوشحالم. من فقط این کسانی که تو خارج کشور هستن نیست، من تو در رابطه با داخل الان نسل رو میبینم که چطور دارن روی میارن به ما و این خیلی جالبه. با یه دوستی من صحبت میکردم از ایران، خب کار من کار سازماندهی، ازش پرسیدم چی خوندی، فوری تو فکر آموزش افتادم ببینم چی براش بفرستم. بعد گفتش که مانیفست، ایدئولوژی آلمانی، گران ریسه، کاپیتال، هر چه کتاب در مورد مارکس هست، مبارزه طبقاتی در فرانسه، هیدان برومه و آثار منصور حکمت، هر چه که تونستم پیاده کردم از سایت و همه رو سیدی کردم پخش کردم. چند سالته؟ 27 سال. و برای من تکان دهنده بود و خیلی شیرینه. گفتم لحظات شیرین، اینا واقعا شیرینه، اینا واقعا تکان دهنده است و نشون دهنده موقعیت چپ جنبش ما تو این موضوع و اینه. این که شما میگید واقعیه، بالاخره این شکل زندگی هم بازنشستگی داره. بله. ولی خب طبعا همیشه نسل قدیم و نسل جدید جای خودشونو دارن و همدیگر رو بالانس میکنن. دقیقا. تو مبارزه اینو تو مبارزه طبقاتی میبینید، نسل جدید میلیتنت، با شهامت، با جرأت، پر انرژی، نسل قدیم با تأمل، بالاخره تجربیاتی داره، ممکنه در افسوده ای داشته باشه یه جایی و به این ترتیب بتونن هر چیز رو سر جای خودش بذارن. پس تو فکر میکنی توی حزب این فضایی که شما حس میکنین، این چیزی که خودت میخوای، تو حزب عمومیت داره، تو رهبری حزب عمومیت داره، به استقبال این پدیده همیشه این بحث بوده و خاطرم منصور حکمت همیشه یکی از نکاتی که تر میکرد اینه که باید فضایی ایجاد کرد که بتونه کادر سازی بشه، آموزش پیدا کنن و این نیروهای جوان بالا کشیده بشه، وگرنه این شکل ادامه کاری نداره. بله. همیشه این بحث بود و ما تلاش داشتیم. اینکه چقدر موفق بودیم به نظرم رضایت بخش نیست. نیست. باید بیشتر نیست. کار کرد، بیشتر آموزش با جای بیشتری پیدا کنه، کادرهایی که جذب این حزب میشن بیشتر
درگیر فعالیت ها بشن و ما بتونیم یه لایه کارآمد مجرب و مثل رضا مرادی که سال زدیم مثل خود شما حالت به یه درش توی نسل به حال به هنوز بزن نسل از هنوز فرصت دارید هنوز ایده باد نشستگی در ذهن من شکل نگرفته. برای من شیرینه وقتی میبینم به فرض کسی مثل رضا مرادی به قول شما 27 سال با این شور و اشتیاق و با این همه البته یه مشکلی هم با نسل جوانتر هست که من همیشه باش درگیرم، نمیدونم شما باش درگیرین یا نه، همیشه دارن میخوان بیشتر جلو برن و همیشه آدم زورش نمیرسه به اونا برسه، اونا همیشه لق میزنن یا غر میزنن که بابا زودتر و بیشتر و رادیکالتر، انقلابیتر، روزمرتر. باز میشه فرصت ها رو از دست ندیم. آره. من این احتیاج داریم به این شتاب، اگر وگرنه اوضاع رو به دست من بسپرن شوخی میکنم، ولی ما احتیاج داریم به این شتاب. یعنی که میگم همین که میگم اتفاقا حزب یعنی این بالانس میکنه، این خیلی جالبه و این موقعیت ما باید داشته باشیم. بله، فکر میکنم به پایان برنامه همون داریم میرسیم، برنامه میرسیم، فکر نمیکنم وقت زیادی داشته باشیم. میخوام به عنوان آخرین سوال ازت بپرسم که غیر از این که آخرین بزرگترین آرزوت چیه؟ میدونم آرزو برای خانوادت داری، برای دخترت داری، برای دوستات داری اینا، ولی بزرگترین آرزوت چیه و چه پیامی برای جوانترا تو حزب، خصوصا اونایی که الان تو ایران هستن و اینقدر از نزدیک نمیتونن دنبال کنن، از نزدیک ما رو بشناسن، زندگی روزمره ندارن با هم دیگه، چه پیامی به این بخش از حزب یا جامعه کلا داری؟ پیام به جامعه آسان تره تا آرزو. پیام هم به جوان ها اینه که بیان این حزب خودشونه، بیان این حزبیه که به مسائل به انسانیت جواب میده، به مسائل جوان ها جواب میده، زنان، کارگران، به صدای انسانیت. این حزب تنها حزبیه که جواب داره به مسائلی که امروز در مقابل هر انسان آزادی خواه، هر انسان که میخواد دنیا اینطور نباشه، میخواد شادی باشه، میخواد برابری باشه، بیان توی این حزب و بیان نقش ایفا کنن، بیان جای خودشون رو باز کنن توی این حزب و به کارگران همینجور، به معلمان همینجور، به همه بخش های جامعه. به هر حال الان این حزب با داشتن این تلویزیون یک همچین امکانی که میشه آرزوهاتو مطرح کنی، رو در روی جامعه پیامتو بگی، بهترین موقعیته. و یه حزبیه که باز دسترسی داره به خونه میلیون ها آدم، اگه بخوان میتونن به صدای ما گوش بدن اینا. آرزو. شما از آرزو من یک دقیقه فرصت دارین آرزوی بزرگتون رو بگید. آرزوی بزرگ من پیروزیه. پیروزی و پیروزی بر چی؟ بر کی؟ پیروزی برای اینکه بتونیم یه دنیای بهتر واقعا به دست خودمون داشته باشیم دیگه. ممنون. و میدونم که خیلی ها شریکن با این آرزویی که شما دارید و ما داریم و ما میریم اون جنگ آخرمونو برای پیروز کردن این پیروزی بکنیم با حکومتی که حداقل تو ایران الان رو کاره و ما مستقیما داریم باهاش مبارزه میکنیم. شهلا دانشور، مرسی که تو این برنامه شرکت کردی. خیلی خوشحالم که این فرصت رو به ما دادی که بتونیم از نزدیک و خصوصی با شما صحبت بکنیم. با تشکر از شما. ممنون. برنامه دیگه از نزدیک و خصوصی رو پشت سر گذاشتیم و در این برنامه ما شهلا دانشور رو داشتیم. شما شنیدید که شهلا، همون سوال اولی که کردم، از کجا اومده، به کجا داره میره و چه آرزویی داره. در این آرزو با شهلا دانشور و شهلا دانشورها شریک بشیم و بتونیم اونو متحقق بکنیم. من حتما از شما خواهش میکنم سوال بکنید و حتی اگه ایراد میگیرید، ایراد دارید به این نوع برنامه، فکر میکنید چطور میتونیم بهبود بدیم، حتما با من در تماس باشید، به من خبر بدید. من هدفم اینه که این برنامه ارتقا پیدا بکنه و سوالهای شما هم بخشی از همونهایی باشه که من میخوام اینجا با بینندگان یا با کسایی که مهمانان خودم مطرح بکنم. برنامه اینجا به پایان رسیده. تا
تا برنامه دیگه براتون آرزوی شادی و خوشی دارم.